توسینگ تای خوش برگشتیم به یک توسنگ که دیگه هستم کارو هستم بریم سر وقت ویدیو امروز رو ببینیم که ادامه خواب شایان برای ما چی هستش. اینجا اینستاگرام های ما میاد، اگر روز داشتید میتونید ما رو از طریق اینستاگرام دنبال بکنید. اون هم لینک اونی فنز هم میاد توی دیسکریپشن، هم لینک اونی فنز هم من تک شده و اینکه از ایران نمیتونید اونی فنز رو سابسکرایب بکنید و خیلی سخت هستش، تعداد خیلی محدودی میتونه. این چیه؟ دارم توضیح میدم. اوکی. آدم سودنمه. برو در بیار. و اینکه میتونید اینستاگرام من دنبال بکنید، توی استوری ها اعلام میکنم که چیکار باید بکنید. یه ویدیو میسازیم. بچه کامنتش ها نمیدونم کامنت گذاشتن که آره. ویدیوشو بسازیم. آره گفته بودن فکر خوبیه یه ویدیو بسازیم. میسازیم ویدیوشو. بنا وطلی. Let's go. داشتم توی اینستا میچرخیدم به این عکس برخورد. سفانم عکسه چیه شو این آقا را اول که من خیلی دوستش دارم. اگه پادکست جنسی رو ندیدید اون ور لینکش میاد، میتونید برید پادکست جنسی رو ببینید و لذت ببرید و آگاهی کسب بکنید. ببینید عکسه چیه. شوهرم فوت کرده، 3 سال تنها، تو رو به امام حسین قصد آشنایی داری، دوبار بزن رو لبم. چه قسمی داده تو رو به امام حسین. اوکی. داشتم توی اینستا میچرخیدم به این عکس برخورد کردم. چه هرسی میخوره. زن پست گذاشته شوهرم فوت کرده 3 سال تنها، تو رو به امام حسین قسم، اگه قصد آشنایی داری دوبار بزن رو لبم. رحیم دوستان چقدر لایک کردم من آخه لایک میشه اگه دوبار بزنی لایک میشه دیگه. دوستان بدونم که چند نفر این عکس رو لایک کردن. ناره. رحیم چی نوشته؟ گلنیا براش کامنت گذاشته سلام خوشگل، من که بهت پیغام میدم شما جواب نمیدی، بوس. دوستان دقت کنید، رحیم جان شبیه سبزی فروشیه که شنبلیلش تموم شده. رحیم چرا عکس دفترش بیمه تامین اجتماعی تو گذاشتی رو پروفایل؟ رحیم تو الان بزرگی خاندانی عزیزم. رحیم کسکش اومدم به ویدیو تو نگاه کردم، مگه سالون زیبایی داری همه دختر رو فالو کردی؟ از این رحیما همیشه دود از کنده بلند، دود از رحیما بلند میشه همیشه. مراقب رحیمای خانواده باشید. پدر بزرگا اینستا نسخ میکنن دیگه، اصلا نمیشه جمعشون جلوشون رو گرفت. کردی؟ رحیم عکست زدم به دیوار اتاقم، دارم چاقو برد میکنم سمت. رحیم تو سنی ازت گذشته، بذار به ما جوونا برسه. واگذارت میکنم به امامزاده هاشم ابتدای جاده فیروزکو. رحیم امامزاده هاشم ابتدای جاده به مثلا امامزاده هاشم مطمئنم صدها هزار تا داریم اینجوری تو ایران ثبت شده. مثلا امامزاده هاشم مشهد، مثلا نمیدونم سر دوراهی فلانجا نه، یا امامزاده هاشم مثلا شیراز نه، امامزاده هاشم فیروزکو. آره اونجا کله لامبی. الان هم کله لامبی رادیو آوا آهنگ علیرضا افتخاری درخواست میکنن. رحیم میخوام ازت تو صنعت مدلینگ استفاده کنم، تو بهترین مدل برای نتیجه استفاده نکردن از کاندومی. رحیم کسکش تا حالا نایمه بودم یکی اینقدر برینه بابا. رحیم هم دل داره، رحیم گایید گاییدش دل داره. خب رحیم گناه خوب. داره، اونم زن میخواد، شاید داره اینجاش دارک میشه اگه داشته باشه. ولی آره دود از کنده بلند میشه، دود از رحیم بلند میشه. دود از کنده دیگه نباید بگی بلند میشه، دود از رحیم بلند میشه. رحیم ها خطرناکن. آشنا رو روش هیچ کس رو گذاشته، صورت هیچ کس رو. پشمار چه باحال شده با صدای هیچ کسه. اگه کسی به محل سگ میده، چون بعد من به کسایی دادی که سگ میده. دوگه تشکی که میدم و بچه گیم اومادم، بعد من رو خونم که دکی میدی. خوبی های تو هم که آسان توی چشم نبوده، تو رابطه من هر چیزی که بگم همونه. آخه من هم شده تو پسرم بوده کرد و خبیشش میان گردن دیکم که بوده. ببی آسان سبوخ خیلی سم شده بود به نظر من. هوش مصنوعی ورژن خودش خیلی بهتر بود. یعنی تو ایران استفاده هوش مصنوعی میدونی چیه؟ یا آهنگای شادمهر رو میذارن رو صدای هایده، یا صدای هایده آهنگاشو میذارن رو صدای شادمهر، یا هیچکس و این دور چیزا. استفاده مفید ما از هوش مصنوعی. خب دو تا استفاده مفید از هوش مصنوعی رو به ما یاد بده. من یاد بدم؟ آره. میتونید برید مثلا یاد بدم پولی نشه؟ یاد بده. پولی بزن. نه خب بگو دو تا استفاده مفید میخوام بدونم. عزیزانم مثلا میخواین تولید محتوا کنین، به ذهنتون چیزی نمیرسه، میتونید برید از چت جی پی تی بپرسین، مثلا بگین محتوای من اینه، چند تا چیز به هم معرفی میتونید کن. درس میتونید بخونید دیگه، نرید گام به گام بخرید. یادت گام کسافت. بگید از چت جی پی تی. اوکی بزن. امروز هم در خدمت آرده اورا برن آقا قربت. پوشک پوشی اورا خاشمه نمچه خاشمه 25 آمدی داخل دوام
مشهده خاجربی خاجربی هر کی جرأتشو داره از اینجا خرید نکنه. آره دیگه بچه هم حتی ترسناکه، بچه تخم کرده. نه بچه خودش اینجوری نه بابا اون ترسیده نه ترسیده نه آمدی داخل لاتیشو پر کرده یا هشتم یا نهم دنیای بدیده آقای زهورا دهم هشتم یا نهم یکی از ایناست دیگه. بیاین پیدا میکنین مغازه اهورا رو پیدا میکنین تیشرتاش نشین لباس سوشه تیشرت آبشار شمار بلندی لیکتون هر مدل خواستن مراجعه کنم گرسیم چند؟ یه درزدن دفعیم دیدی آقا جان بزا اولا داشم علی داشم یا بلفز ما گوبا خوریم بیاییم اونجا آقا ایک شاقا بگم میرا قلمانی داشم آقا میرا قلمانی به چی شهر نمیم یه بینا قلمانی میرم آقا آقا بزا اولا قلب آقا قلبت بیمونم به چی داشم آقا بگولا بیرم بزرم داداش مطمئنی اونجا پوشک فروشیه؟ مطمئنی جایی اهورا اگر سلامتی از اینا آماری به دست ما برد اهورا من نگرانتم. ببین فکر کن مثلا نمیدونستی همچین چیزی میرفتی تو مغازه این حجم از مرد خیلی ترسناک لا تو خلافکار میریدی سلام علیکم خدافظ. ولی اونی که بغل اهورا وایساده بد داره نگاه میکنه ها. آها الان فهمیدم راست میگفتی بچه مثلا آره بچه لاتی کرده ولی من نگران اهورام اهورا یا آمار اهورا همین وسط واسده آها اهورا یه ذره مظلوم آره اهورا انگار ترسیده یه ذره بنده خدا بهشون هر که برم بجا قولده ده درزا تفریم دیرم هر مدل تیشرت سویشرت شلوار کتون لی پارچه ای پلنگی نمولا همه مدل ها بیه آورزا اهورا تمام تمام رضا اهورا سالمی تمام تمام آخ 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 دارک بود من تصمیه پرنده میخواستم چون نماد کاراکتر و روح آزادم پرنده چیکار میکنی خودتون چی شد؟ نفهمیدم یکی معنی کنه روح آزادم پرنده چیکار میکنی خودتون یکی ترجمه کنه کراشت بودم کراشم بود ببین وقتی که نور تو صورتش نباشه من تشخیصش نمیدم من فقط وقتی که رنگ چشاش اسکول من چقدر عشقم پاکه من فقط چشمای عشقمو میشناسم ریدی که مشخص شد خیلی عشقم واقعیه فکر کنم آره ببخشید داداش پارتنر داری آره ایزا میتونی یه دقیقه بهش زنگ بزنی آره آره ما بزن رو بلنگو اگه میتونی الان مثل خیار میفروشتش اعتماد دارم یا نه آره از همون چوالش از خیلی اعتماد داریم از همون جوری نیست مرسی گرمونت بشم چی بگم یعنی چی بگم یعنی چی وایسا چی بگم یعنی چی کونو گرفت به دست و فرار کرد خوشم قشنگ بود خوشم میاد که یه جورایی حالا هم چیز هم بود. هر بار همش یه چیزی که چی میگن کلیشه هست نیست ولی من دقیقاً انتظار داشتم اصلا دختر برداره آره من هم همین انتظار سلام اصلا برینه بعد ولی یهو سویت شد مغزم دوست داشتم کارش خیلی خوب بود یارو کونو گرفت به دست و فرار کرد من نمیدونم چرا این دیدگاه اشتباه رو نسبت به بچه های گی دارن که اگر تو گی هستی پس منو میخوای بکنی من باید مراقب خونم باشم این دیدگاه اشتباهیه بچه ها نکنید زشته خوب بود ویدیو خیلی از شما ممنونم که در مطابق شکر کردین خدا نگهدار خدا نگهدار خیلی شبکه پنج برنامه زنده بود چی میخنده به من نه به من اصلا از ماتریکس خارجه اصلا یک گونه دیگه از موجودات هستش انسان نیست به من چرا اونجوری خندید واقعا میکس آدم فضایی خدا هم از اون خیلی خوبه کاش میتونستیم با بهمن برنامه بگیم بوی عجب کلاب کنیم با بهمن بهمن توفانیه وای چه تگرگی وای خیلی با اومدم بگم آخه پرنده رو را دادن توی فلش دهنتون رو با این شوخیاتون آقا یه بار دیگه خیلی با نمکی بود چرا آخه یه دونه دیگه هم از دوبله سورن دیدم رو انیمیشن اونم خیلی خوب بود اصلا پشمام ریخته
آخ 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 خدا بود خیلی دوستش داشتم. الان بچه ها من فن پوری هستم خودم، گارد نگیرید. معلومه که فن پوری هست. من گارد پوری دوست دارم. فن که نه، دوستش داریم. رپر مورد علاقه هم. آره. ویدیوی بعدی نمک پاشیدم رو زخم الی و کارا چون وصف حالشون هست. وصف چه حالی؟ وصف کدوم حال؟ ما هر ثانیه حوالی هستیم. هر ثانیه مود ما تغییر میکنه. نه ما حوالی هستیم. حوالی حوالی حوالی. دوانگاهان ما چی کار داریم؟ این منم. اخراجی دانشگاه امتحان داریم همه با هم، عربی و دینی و قرآن کم بود و الان صرف و نحو داریم. دهنت و سرویس شایان. دقیقا الان یاد یه چیزی افتادم، جا داره اینجا تعریف کنم. دیشب یک جلسه بسیار مهم داشتیم و بعد تو شرکت میکردم و این جلسه مربوط به درس بود، مربوط به کلاسم بود و ساعت 5:30 من باید توی این جلسه شرکت میکردم و یک پرزنتیشنی رو باید ارائه میدادم. از قبل خودم رو براش آماده کرده بودم و ساعت شد 7:30 عصر و من داشتم بازی میکردم و کارا به من گفت چی شد کلاست شرکت نکردی و آنلاین بود و بعد من یادم افتاد که نکردم. دقیقا وصف حال منه و من الان نمیدونم چه گوهی باید بخورم و هنوز به استادم خبر ندادم. خیلی بیشوری. هنوز به استادم خیلی بیشوری. بهونه جور کنم بگم مریض بودم، ماشین زد زیرم کرد. بدبخت اخراجت میکنم به همین ویدیو. ولی دقیقا وصف حال برعکس من. من اینقدر استرس میگیرم بچا، اینقدر من به تخممه. وای منم قصه یه صرف خوردنی بود و سر آخر ما دلاغت داریم. وای یادته این خرگوشه چی میگه اون وسط؟ خدا رو شکر اینجا عربی دینی نداریم. این خرگوشه چی میگه؟ اینو ول کن. توی ایران توی امتحانای دانشگاه میدونی کسخل چه کسایی هستن؟ چی بود اون یه درسایی بود؟ میدونی کسخل چه کسایی هستن؟ سوئدیایی هستن که اینجا میرن کورس زبان عربی و زبان فارسی برمیدارن یاد بگیرن. تمام ترم دربی و فوتبال ال کلاسیکو رئال و بارسا برای من بازی تنها موندم ما صد صفحه جزوه کتاب و درسا تو کل ترم خیلی خوبه روز بودم باز نکردم من لای جزوه همه با هم آزمون ای بایه بر من جزوه نامون و باز دقیقا حق بود. همیشه ریاضی و آمار و اینا متنفر بودم و صبح توی دانشگاه امتحان آمار داشتم، رفتم و خیلی زیبا برگر رو خالی دادم به استاد و برگشتم بیرون و یه صفر گنده گرفتم. بچه ها لطفاً اگر تا اینجای ویدیو رو دیدید توی کامنت ها بنویسید الی برو به استادت بگو اینکه من یادم میره حداقل کامنت ها رو ببینم یادم بیاد، چون میدونم الان بعد از ضبط این ویدیو و ویدیوی بعدی یادم میره که بخوام برم به استادم خبر بدم. لطفا یادآوری کنید بهم تو کامنت ها، ممنونم. خوبه خودتو یادت نره. ممه با نانم، ممه اونون با هم هستم. پسر توییت کرده واسه دوستم رضا میرن خواستگاری 5 بار پشت سر هم رد میکنن رضا رو. به طور خیلی عجیبی پدر و مادر رضا از هم جدا میشن. بعد از 4 ماه متوجه میشیم که پدر رضا رفته با دختری که میخواستن واسه رضا بگیرن ازدواج کرده. از لحاظ خالکستگی کووید 19 بابای رضا 20. استخون مرده های رضا تو کون بابای رضا. رضا جان اگه یه خورده بیشتر حواست به بابات بود الان این اتفاقا پیش نمیومد. خیلی سم بود. باز خوبه که من میگم پسره نگرفته، چون اونجوری پدر شوهره هم میرفت رو کار. چه بابای عجب عوضی و دریوسی در ریوزگی از صفات بارز بابای رضا بود. اون که میخونن بابای سفر کسکش خر، بابای رضا کیر خر. آره آه.
اوه ترقص الان میره هوا خدا کمونه کرد تو دوربین قشنگ کمونه کرد خدا بود چه کارایه تو خونه زندگی نه واقعا سی تا بیشتر نرین هارکوسته خب راست میگه دیگه بکش بیرون دیگه بابا این یکی از بدترین چیزایی دو تا بسته سه تا بسته کورم باشه یارو میبینه بینا میشه میبینه اونو به آدم فشار میاد که سی تا یا بیستا بری اینجا هر جا بری توی جاده‌اش باید سی تا بیشتر یا چل تا بیشتر مجاز نیستی نمیتونی پاتو رو گاز بذاری با همین سرعت خدافظ